سلام به شما دانش آموزان عزیز، مخصوصا دانش آموزان استثنایی که مشکل جسمی داری، مثل خود من که مشکل کمبینایی دارم. من در خدمت شما هستم، محمد حسین حریری اصل، مدیر وبسایت LELB Society. در این ویدیو من قصد دارم درس دوم از کتاب انگلیسی پایه هفتم رو به شما تدریس بکنم و شما میتونید سوالات خودتون رو در واقع در قسمت کامنت فرم که در پایین همین صفحه هستش بگذارید و ما به اونها جواب خواهیم داد. لطفا اگر درس رو مناسب دیدید، برای اینکه سایر عزیزان هم مطلع بشن، همچنین ناشنوایان و معلولین جسمی حرکتی عزیز، اطلاع رسانی بکنید، چون که در واقع ممکنه این افراد، این عزیزان در مدارس عادی که مشغول به تحصیل هستند، روی تخته مثلا چیزی نوشته بشه و نتونن اونها رو بخونن و میتونه کمکشون بکنه. خب ما درس دوم رو شروع میکنیم. My classmates. Classmate یعنی هم کلاسی. My classmates یعنی هم کلاسی های من. یادتون باشه این اس جمع هستش. خب من زوم میکنم که شما بتونید ببینید، چون من خودم هم چشمام ضعیف هست. Conversation یعنی مکالمه. Listen to the students talking in the schoolyard. دقت داشته باشید، تلفظ بسیار مهمه، پس سعی بکنید که از همون اول تلفظ رو درست یاد بگیرید، چون بعدا اگر اشتباه یاد بگیرید سخت میشه که بخواید دوباره یاد به قول معروف unlearn بکنیدش. Okay. Listen to the students talking in the schoolyard. School مدرسه، yard حیات. Schoolyard حیات مدرسه. میگه گوش بدید به دانش آموزان که در حال صحبت کردن در حیات مدرسه هستند. Okay. خب یک دایلاگ وجود داره. شما دایلاگ رو حفظ نکنید هرگز، سعی بکنید تلفظش رو درست یاد بگیرید. پس من اول سعی میکنم اون رو درست تلفظ بکنم تا شما هم در واقع بتونید دایلاگ رو خوب تلفظ بکنید و احتیاجی به تکرار من نیست، چون میتونید شما ویدیو رو عقب و جلو بکنید اگر یا پاز بکنید در واقع و دوباره تکرار ریپیتش کنید. اوکی. این دایلاگ بین علی و پرهام هست. So this dialogue is between Ali and Parham. Okay. بذارین درست بکنم که okay. علی says Who is that boy? Parham says That's Irfan. He's our new classmate. And Ali says Let's talk to him. Parham Hi Irfan. This is Ali. Ali Nice to meet you Irfan. Irfan Nice to meet you too. Ali, welcome to our school. Irfan, thank you. خب حالا برمیگردم، احتیاج به تکرار من نیست چون ویدیو در خدمت شما هست و میتونید دوباره تکرارش بکنید. کلمات جدیدش رو به شما میگم که پیشنهادم میکنم که شما اونا رو توی دفترچه یادداشتتون بنویسید. تلفظ بسیار مهمه. Who یعنی چه کسی؟ Who is that boy؟ آن پسر چه کسی است؟ فرهام میگه That's یعنی that is، مخفف that is، آن است عرفان یا او است عرفان. He's او است he's مخفف he is our new classmate که در واقع همکلاسی جدید ماست. Let's talk to him. Let's مخفف let us هست، یعنی کلمه به کلمه بخوام ترجمه بکنم یعنی اجازه بده به ما که با او حرف بزنیم. عامیانه یعنی اوکی بذار بریم باهاش حرف بزنیم. پس بذار حرف بزنیم باهاش. Hi Irfan. سلام Irfan. This is Ali. پس پرهام داره در واقع علی رو با Irfan آشنایی میده، یا عرفان رو با علی آشنایی میده، اوکی، معرفه میکنه. Nice to meet you عرفان، یعنی علی میگه یعنی از دیدنتون بسیار خوشحالم. Nice to meet you.
خیلی خوبی که میشناسمتون و میبینمتون ارفان. Nice to meet you too. این تو یعنی همچنین. منم از دیدن شما خوشحالم. و علی میگه Welcome to our school. خوش اومدین به مدرسه ما. چون ارفان در واقع تازه وارد هست. Welcome یعنی خوش آمدید to our school. And ارفان میگه Thank you. ممنون. این صفحه اولش تموم شد. بریم سراغ قسم صفحه بعد. Introducing others. Introducing یعنی معرفی کردن دیگران. چطور معرفی بکنید؟ Listen to the introductions and greetings. ببینید introduce فعل هست. Introduction اسمش هست. پس introductions یعنی معرفه، معرفی. پس گوش بدید به معرفی ها و greetings. Greetings تو درس قبلی داشتیم یعنی سلام و احوال پرسی. خب باز هم من تلفظش می کنم و شما سعی کنید که گوش بدید. This is my friend پرهام. این هست دوست من پرهام. بهتره که یک کاما بذارن، یعنی در واقع ترجیحاً بهتره که یک کاما بعد از friend باشه. This is my friend پرهام. داره معرفی میکنه این دوست من پرهامه. یه نوع دیگه This is my classmate پریزا. ایشون هستند، ایشون هست در واقع بخوایم مؤدبانه بگیم همکلاسی من پریزا. بازم بهتره که کاما باشه. This is my English teacher Mr. کمالی. و این هست معلم انگلیسی من آقای کمالی. Nice to meet you. از دیدن تو خوشحالم. و در جواب Nice to meet you too. خب این خیلی دایلاگ نبود، در واقع قطعه قطعه و جز به جز بود، ولی خب اگر اینها رو بدونید که کجا استفاده بکنید مسلماً میتونید ارتباط یا مکالمه خوبی داشته باشید. خب بذارین. Now introduce a friend to the class. یعنی یکی از دوستاتون رو به کلاس معرفی کنید. Now introduce. حالا معرفی بکنید یک دوستتون رو به کلاس. Practice to. ببینید من کلمه به کلمه ترجمه میکنم تا اینکه شما با کلمات آشنا بشید. تو کتابتون هم هرگز به نظر من با خودکار ننویسید. Asking someone's name. پرسیدن اسم کسی. ببینید این اس آپاستروفی به این میگن. آپاستروفی یعنی آپاستروفی اس مالکیت رو نشون میده. پس اسم کسی را. Someone یعنی کسی. خب Listen to the examples. به مثال ها گوش بدید. گوش بدید به مثال ها. In pairs یعنی جفت به جفت، در واقع دوتایی. Ask and answer about other students' names. خب یعنی بپرسید و جواب بدید در مورد اسم های دانش آموزان دیگر. Other students' names. شاید اینا رو شما لازم ندونید بدونید، این چون تایتل هستن، عنوان هستن، ولی به نظر من چرا که نه، شما باید انگلیسی رو فراتر از کتاب درسیتون یاد بگیرید. خب ببینید این pairs هست دیگه، یعنی جفت دوتایی. خب من مجبورم که بزرگترش بکنم تا افرادی که کم بینا هستن هم بتونن استفاده بکنن. Who is that boy؟ یعنی اون پسر چه کسی است؟ اینا رو داشتیم. He's my friend Irfan. او است دوست من Irfan. Who is that girl؟ اون دختره چه کسی است؟ She's my classmate Parisa. She ببینید او
خانوم، هی او آقاست. پس هی مذکره و شی مؤنثه. شی از مای کلاس میت پریسا. Who is that man؟ چه کسی است آن من؟ اون مرد. اون مرد چه کسی است؟ He is my teacher Mr. Karimi. او است معلم من آقای کریمی. And who is that woman؟ woman یعنی خانم، زن. She is my teacher Miss or Mrs. بهرامی. او است معلم من، دبیر من، خانم بهرامی. تفاوت بین میس و میسیز رو هم تو درس قبلی گفته بودیم. خب بریم سراغ صفحه بعدی. Sounds and letters. Sounds یعنی صداها، letters حروف. خب listen to the conversation between a student and the librarian. یعنی گوش بدید به مکالمه، conversation، dialogue. میتونید بگین dialogue بزنید. یه بار من اینجا میتونم بنویسم dialogue. این امریکنشه و اینم بریتیش. خب conversation between a student، بین یک دانش آموز، and a librarian. Librarian یعنی کتابدار. A person who works actually in the library. Okay, librarian، کتابدار. Library یعنی کتابخونه. Okay. من یه بار dialogue conversation رو براتون میخونم، به تلفظش گوش بدین و تلفظ بسیار مهمه، یادتون باشه. توی مدارس ما متاسفانه اونقدر اونجور که باید و شاید به تلفظ توجه نمیشه. Okay, librarian. Can I help you? Student. Yes. Can I have my library card, please? Librarian. Sure. What's your name? Student. I'm Parisa Behparvar. Librarian. Sorry, what's your last name again? Student. Behparvar. Behparvar. Librarian. Okay, here's your card. خب حالا بریم دونه دونه ببینیم کلماتش چیه. Can I help you؟ یعنی میتونم کمکتون کنم. Can I help you؟ Yes، بله. Can I have my library card please؟ میتونم داشته باشم کارت کتابخونم رو لطفاً. Library card. Librarian میگه sure، حتما، مسلما. What's your name؟ یه دیگه حتما میدونید اسمتون چیه. I'm پریسا بهپرور. پریسا بهپرور هستم. Sorry، ببخشید. What's your last name again؟ اسم نام خانوادگیتون دوباره چیه؟ Again، دوباره. متوجه نشده. حالا هجی میکنش، در واقع اسپل میکنه. بهپرور هجی میکنه. Okay، here's your card. Here's your card یعنی اینم کارتتون. Here یعنی اینجا است. Your card که در واقع بخوایم عامیانه بگیم یعنی اینم کارتتون، بفرمایید کارتتون. Okay. شما میتونید این رو چند بار گوش بدید. Talk to your teacher. با دبیرتون، معلمتون صحبت کنید. Can you help me please؟ میتونید به من کمک کنید لطفاً؟ I can't spell blah blah blah. من نمیتونم اسپل کنم این چیز رو. حالا مثلا my last name. Okay، مثلا. مطمئنم که همه شما میتونید اسمتون رو کامل هجی بکنید. I'm sure you can all spell both your first name and last name and even actually many other words. خب یک این قسمت هم پایینش. Fill out the card below. دقت داشته باشین. Fill out یعنی کامل کردن، پر کردن. The card below. Let me write it down. Fill out. یادتون باشه بهتر بعد از مدت‌ها، یه بعد از یه مدتی
از سینونیم استفاده بکنید، یعنی مترادف. به جای اینکه بنویسیم پر کردن، اینجا بنویسید complete، یعنی کامل کردن. The card below، کارت زیر را کامل کنید. First name، last name، what is your first name، what is your last name، and phone number. یادتون باشه فون نامبر رو شما، مثلا من اینجا الکی یک موبایلی رو می نویسم که مثلا اینجا می نویسم 2 3 4 5 6 7، اوکی؟ اینو نباید دوتا دوتا بخونید. مثلا شماره یا my phone number is 0912 1 2 3 4 5 6 7، اوکی؟ ما تو فارسی میگیم مثلا 912 123 45 67، اما اونا در واقع عدد به عدد میگن. نکته ای که شما بهتر بدونید. لایبرری کاردش هم هست، یعنی کارت کتابخانه. خب listening and reading، گوش دادن و خواندن. listen to the conversations، گوش بدید به conversation ها و مکالمات. And check the correct items, the right actually parts. Correct یعنی درست، item بخش. خب من نمیدونم شما در واقع فایل صوتیش رو دارین یا نه. خب conversation ها دوتا هستند، میبینید ستونش یا کالمش در واقع ردیفش دوتاست و first name پریسا، بیتا، الهه و بابک، پدرام، احسان، اینا اسمهای دختر هستند، اسمهای پسر هستند. last name بهرامی، عبادی، پارسا، احسانی، پاکزاد، باکری. خب اینا رو باید تیک بزنید دیگه، فقط من اینجا فایل صوتیش رو در دسترس ندارم. اوکی، میتونید این قسمت رو خودتون انجام بدید. speaking and writing، صحبت کردن و نوشتن. group work، کار گروهی. talk to your friends and fill out the table below، صحبت کنید با دوستانتان. and fill out گفتیم به معنی کامل کردن. the table، جدول، below. table به معنی میز ناهارخوری هم هست، ولی اینجا جدول اطلاعاته. ببینید یه جدوله، جدولی هستش که سه تا رو یا ردیف داره و سه تا کالم یا ستون. خب در واقع ستون اول name، first name and last name، and the shortest name and the longest name. shortest name یعنی کوتاه‌ترین اسم، مثلا علی. the longest name مثلا I don't know، محمد جواد. خب طولانی هست. بعد اینا رو ببینید، میتونید از دوستاتون بپرسین، مثلا بین همکلاسیاتون تو کلاس تکرار بکنید با اجازه دبیرتون، که بگید what is your name and then write it down. بعد بنویسید تو این جدول، بعد مشخص بکنید که کوتاه‌ترین اسم چیه و بلندترین اسم چیه. تمرین خوبی است. رول پلی، دقت بکنید رول پلی یعنی چی. رول یعنی نقش، پلی یعنی ایفا کردن، یعنی اینکه چند تا نقش فانتزی یعنی الکی به خودتون بگید. مثلا یکی میشه راننده تاکسی، یکی میشه مسافر، یکی میشه هتل دار، یکی میشه مسافر باز، یکی میشه پزشک، یکی میشه بیمار. به این میگن رول پلی. خب که توی یادگیری زبان بسیار موثره. گروپ ورک، گروپ ورک کار گروهی. do the conversation یعنی انجام بدید مکالمه را. student A، hi مثلا علی، this is my friend عرفان، مثال، for example. این رو خودتون باید انجام بدید. خب بعد علی میگه hi عرفان، nice to meet you، و عرباق عرفان هم میگه nice to meet you too. خب اینجا میگه که های علی، سلام علی، this is my friend، ایشون هستن دوست من عرفان، یا این دوست من عرفانه. بعد در واقع علی میگه های عرفان، سلام عرفان،
nice to meet you، از دیدنتون خوشحالم. و عرفانم میگه nice to meet you too، منم همینطور خوشحالم. خب یه قسمتی هست به اسم review one. review به معنی دوره کردنه. یه معادلش رو بخوایم بگیم، یادتون باشه معادل رو در واقع میگن look over review، look over، go over، اینها معادله است. اگه دوست دارید یاد بگیرید، اجباری نیست. پیشنهاد من اینه که فراتر از کتاب درسی یاد بگیرید. introducing oneself، معرفی کردن خودتون. oneself یعنی خود فرد. check if، چک بکنید که آیا. اینجا check if یعنی که آیا حالا ببینیم چی هست. آیا بزرگ بکنم. You can say your first and last name. آیا میتونید بگین اسم کوچیک و اسم بزرگتون رو؟ Okay. My first name is محمد حسین. My last name is حریری است. Part B. You can ask other people's names. چک بکنید که آیا میتونید بپرسید اسم، اسامی یا اسمهای آدمای دیگر رو، مردم دیگر رو. اوکی. پس برای این کار باید بگیم What's your name please? What's your first name please? What's your last name please? بذاریم بنویسم اگر نیازی هست. حالا first name یا last name هم میتونه باشه. خب introducing others، یادتون باشه سوال هم داشتید میتونید تو قسمت comment form بنویسید. معرفی کردن دیگران. check if، یادتون باشه check if یعنی ببینید که میتونید آیا. part A. you can introduce a friend to the class. آیا میتونید یک دوست رو معرفی بکنید به کلاس؟ this is my friend Irfan. this is my friend سعید. Okay. So you can greet people. یعنی میتونید say hello. greet یعنی say hello. say hello to someone. Okay. یعنی سلام کردن، سلام و احوال پرسی کردن، greetings. ببینید میتونید که به کسی سلام بکنید یا سلام و احوال پرسی دیگه در واقع. nice to meet you، nice to meet you، nice to meet you. داشتیم این رو، بذاریم بازم می نویسم. nice to meet you.